سلام علیکم بابا. من اومدم اینجا شام بخورم، نه اینکه اعصابمو خرد کنم. بابا لطفا. چرا به خاطر اشتباه من ایشل رو تنبیه میکنی؟ اون انتخاب منه. باشه تنبیهش نمیکنم. پس اگه تو به فکر خوشحالی منی و رضایت من برات مهمه، همین الان این دختر رو طلاقش بده. ازدواج تو با رضایت من انجام میشه. بابا چتون شده؟ موضوع به این بزرگی و جلو روش گفتین؟ معلوم نیست چقدر ناراحت شده. و من که ناراحت شدم اصلا برات مهم نیست؟ اونی برات مهمه که تازه چند روز اومده توی زندگیت؟ و نیازی نیست که منو با اون رو در رو کنی. من بمیرم هم این دختر رو قبول نمی کنم. به مادرت گفتم، تو هم بشنو، من نمیذارم که این دختر تو این خونه زندگی کنه به هیچ وجه. بابا خواهش میکنم گوش کنین. من بدون تو میمیرم بسی. توی زندگی من زن دومی نمیادی شل، حتی اگه بابام از خونه بیرونم کنه. اما چرا بابا با همون این کارو میکنه؟ من میخوام با احترام زندگی کنم. تو تو این خونه با احترام زندگی میکنی؟ چرا الکی خودتو ناراحت میکنی ایشل؟ من کنارتم. پس من همه چیمو ول کردم. من راه دیگه این ندارم. اگه دوباره برگردم داداشم در جا منو میکشه. من بیشتر از زندگیم عشق تو برام با ارزشه. من در هر صورتی میخوام تو این خونه کنار تو باشم. به هم اعتماد کن ایشل. حالا که عاشق شدیم نمیذاریم این عشقو ازمون بگیرن. این عشق به چه امتحانی تبدیل شده؟ حالا که عشقو به دست آوردی باید در برابر همه چی ازش محافظت کنی. من که گفتم میخوام همیشه کنار تو بمونم تو این خونه. برای من راه دومی وجود نداره. تو از اینجا هیچ جایی نمیری. به هم اعتماد کن.